سلام بچه‌ها. از اونجایی که حدس میزنم این روزا دل و دماغ دیدن فیلم ندارین، تصمیم گرفتم تو این برنامه داستان یک فیلم رو که جالبه خیلی از ابتدا تا انتها براتون تعریف بکنم. اسم این فیلم هست دندان نیش، ساخته کارگردان برجسته یونانی یورگس لانتیموس. این فیلم داستان یک خانواده است که تحت نظارت و قانونگذاری پدر در حقیقت توی خونه زندانی‌اند. بچه‌ها که الان دیگه توی سنین جوانی قرار گرفتن، اصلاً تا به حال پاشون رو از خونه بیرون نذاشتن و درکی نسبت به دنیای پیرامون ندارن، جز اون چیزی که پدر به همدستی مادر تحریف شده براشون تعریف کردن. معنای کلماتی که میتونن منجر به کشف حقیقت بشن عوض شده. مثلا به بچه ها گفتن دریا یه صندلی چرمی با دسته های چوبیه، بزرگ راه نوعی باد خیلی قدرتمنده، اگه کسی سر سفره نمکدون بخواد میگه لطفاً تلفن رو بهم بده. و کلمه گردش به ماده اطلاق میشه که باهاش کفپوش های با کیفیت میسازن. به بچه ها گفتن دنیای بیرون خیلی خطرناکه و فقط بدن زمانی آماده روبرو شدن با این خطرات میشه که دندون نیشتون بیفته. برای خروج اما به ماشین نیازه و فقط زمانی آمادگی یادگیری رانندگی دارید که دندون افتاده دوباره رشد کنه. بهشون میگن بیرون از خونه پر از حیوانهای خطرناکه، اما خطرناکترین دشمن شما گربه است. گربه به گوشت بچه ها علاقه‌منده، اول تیکه تیکتون میکنه بعد میخورتتون. پسر خانواده گاهی کنار حصار میره و با برادر خیالیش که تخطی کرده و از خونه رفته حرف میزنه. این زنگ خطری برای پدر محسوب میشه، پس از فرصت استفاده میکنه و یه روز بعد از اینکه گربه‌ای توی خونه دیده شده، خونین و مالین مقابل خانواده توضیح میده که گربه برادرتون رو که سر به راه نبود و از خونه رفته بود کشت. اما اگه توی خونه بمونید هیچ اتفاقی براتون نمیفته و البته باید یاد بگیرید که اگه گربه به خونه و باغ حمله کرد چجوری از خودتون دفاع کنید. با وجود اینکه مادر میدونه حقیقت رو، اما گوش به فرمان همسر در زندان خودخواسته است. تنها کسی که میتونه از بیرون وارد این خونه بشه دختری به نام کریستینا است که تحت الحفظ و با چشمان بسته میاد تا با پسر همبستر شه، نیازش رو برطرف کنه و معاشرت اندکی با خانواده داشته باشه. اما حضور کریستینا بی عواقب نیست. به نظر میرسه بچه ها حق انتخاب دارن، اما انتخاب اونها بین گزینه های محدودیه که پدر تعیین کرده: نوع پوشش، نوع خوراک و حدود سرگرمی ها. بچه ها وظایفی دارن که باید دقیق و منظم طبق دستورات انجام بدن. حتی جشن و رقص اونها فرمایشی، دستوری و طبق الگویی معین شده است. بچه ها توی دیدن فیلم هم محدودن و همیشه همون همیشگی رو میبینن که دیگه از بر شدن، چون نباید اطلاعاتی از بیرون به دست بیارن. اما یه روز دختر بزرگ خانواده که کنجکاوتره، روحیه نافرمانی و دغدغه فهمیدن داره، چند فیلم ویدئویی از کریستینا میگیره و به واسطه دیدن فیلم اکشن چیزهای بیشتری از دنیای بیرون درک میکنه. یاغی میشه انگار. اگرچه که به وسیله پدر حسابی تنبیه میشه، اما دیگه اون آدم قبلی نیست، دیگه فهمیده، از ریتم معین شده خارج میشه و از الگوی سفت و سخت پدر تخطی میکنه. یه شب دندون نیشش رو میشکنه و خودش رو توی صندوق عقب ماشین پنهان میکنه و فردا همراه پدر از خونه خارج میشه. بهم بگید داستان چه فیلم های دیگه ای رو دوست دارید یا توصیه میکنید تعریف بکنم. ممنون.